سلام، خسته نباشین عزیزا. بازم خوش آمدین با یکی از برنامه های دیگه ما، برنامه دسترخان. انشالله که جور صحت باشین. امروز قرار است که ما براتان شله غوربندی آماده کنیم. با ما باشین و طرز تهیه شله غوربندی را ببینین که چگونه آماده می سازیم. و همچنان در کنار ما صدف جان است که می خواهد سلام های خود تقدیمتان کنه. سلام دوستای عزیز، خوب هستین؟ دیگه امروز آمدیم، قرار است که لیلا جان با ما شله غوربندی آماده کند. که لازم است تمام شهر روی میز قرار دادیم، شما میتونین ببینین. برنج است که قبل از قبل تر کردیم. برنج شله نیست؟ نه خیر، برنج شله ای است. برنج شله ای است. 1 کیلو برنج گرفتیم، 1/2 کیلو ماش گرفتیم، 1 کیلو گوشت سرخی گرفتیم، پیاز، رومی و همچنان مرچ سیاه، زردچوبه، کم زیره پلوی، نمک، رب، همچنان مرچ تازه. او نظر به خواست خودتان است که مرچ تازه مندازین نمندازین، چون ما طعم تند دوست داریم، به او خاطر مرچ تازه استفاده میکنیم. با ما باشین و انشالله برنامه را تعقیب کنین. ما بسیار طریقه آسانه در هر غذای ما براتان یاد میتیم و انشالله که با خانوادهتان یک جا پخته کنین و لذت ببرین از طعم غذای ما. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید دیگه فراموش نشود. و همچنان زنگوله را فشار بدین. بله، اول صدف جان میریم گوشت آماده میسازیم. کم گوشت با سیر سرخ میکنیم امرای نمک، کم زردچوبه، بعد از او پیاز علاوه میکنیم، بعد از او رومی را، سیر و کم مرچ تازه. به خاطر که زمستان است و رومی او قدر رنگ نداره، ما از روبام استفاده میکنیم، مگر نه رومی کافی است. به او خاطر ما کم روبام استفاده میکنیم. میریم با هم یک جای اول گوشت آماده میکنیم صدف جان. اوکی؟ Okay.
نرم شوه. خب لیدا جان، گوشت دیدیم که چی رقم آماده میشه. دوستای عزیز، شما امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. از این با دیگه چی میکنیم؟ آله صدف جان، یک بسیار بخار کوچک ماش میتیم، بخاطر که ماش از برنج کرده دیر نرم میشه. بله. ماش که بخار دادیم، بعد از او دیگه مواد ما را اضافه میکنیم و شوله ما اوکی عزیزان، ما میخواییم در مورد شوله غوربندی بگویم که از نامش پیداست که از غوربند است، یکی از ولایات ماست و نمیفهمم ولسوالی های ماست که بسیار معروف است. مردم اکثرا در زمستان از این غذا استفاده میکنن و 2 ساعت الا 2.5 ساعت در بر میگیره، به خاطر که شوله پخته شوه، گوشت پخته شوه، نرم شدن گوشت کم وقت در بر میگیره. به او خاطر ایره اکثرا در زمستان استفاده میکنن. به او خاطر ما در این سیر استفاده میکنم، مواد که مثل زیره، مرچ سیاه، که اینا تمامش گرم است و در زمستان خیلی مفید هم است و یک طعم مزه بسیار خاص خود داره که اکثریت مردم افغانستان در زمستان شوله غوربندی مثل لاندی پلاو و چیزها زیاد استفاده میکنن، بخصوص روزای رخصتی که همه خانواده در کنار هم میباشن، میخواین که یک غذای سنتی آماده کنن و در کنار فامیلای خود نوشجان کنن و خیلی خوشمزه است. انشالله ببینین، شما هم لذت میبرین و همچنان یاد میگیرین کسایی که یاد ندارن.
هم میمونیم. اوکی، آل سر دیگه بخواه. خاص داره. گذاشتیم که کم آب خود بگیره. بعد از او نان میکشیم. اوکی صدف جانی هم غذای مورد علاقت که امروز شله غربندی آماده کردیم، انشالله که یاد گرفته باشی و مورد پسندت قرار بگیره. دیگه دوستای نازنین، بسیار خوش گذشت بر ما، انشالله که طرز تهیه شله غربندی را یاد گرفته باشین و در این فضای سرد زمستانی آماده کنین، در کنار خانوادهایتان نوش جان کنین، با ما باشین و همچنان چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، لایک فالو یادتان نره. با ما باشین انشالله تا برنامه بعدی با غذای جدید و غذای سنتی افغانستان در خدمت شما هستیم. بفرمایید صدر جان. لیدا جان بسیار زیاد زحمتم کشید، دیگه دوستای عزیز البته که شما میاد گرفته باشین. خب ما دیگه از دیر وقت میشه که غذای دیگه شله غربندی البته نخوردیم. خب این بسیار یک غذای سنتی است، در ما افغان ها دیگه واقعیت زحمت زیاد کشیدن، دیگه از خیر سر شما ما میخوریم. خب امیدوار هستم دوستای زیاد گرفته باشین، دیگه یاد تا نرود که چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، چینل یوتیوب هم دارم.